الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادر اسلامی مؤمنین خدا همتون به خانه خدا خوش آمدید با فضل و عنایت الهی امروز بعد نماز عصر روز دهم ماه محرم درما انا من روزه عاشورا میگن انا همون روز دهم ماه محرم چه یک سلسله بحثای در عالم اسلام و پیش از اسلام در این روز در این ماه گذشتگی است درباره فضیلت و بزرگی این ماه صحبت میکنیم. درباره فضیلت و بزرگی روزه عاشورا صحبت میکنیم. روز دهم ماه محرم چی روز گذشتگی است در آیین خدا؟ ثوابش چی است؟ ثمرهش چی است؟ تاریخش چی است؟ در این بابت ها از داخل دین و آیین من چیزی که هست به سمع شما میرسانیم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فسألهم عن ذلك عبد الله ابن عباس روایت میکنه که خداوند از این صحابه راضی باشه گفتند پیغمبر صلى الله عليه وسلم مدینه منوره آمدند و دیدند که یهودی ها این روز دهم ماه محرم رو روزه میگیرند از اونها حضرت پرسید عن ذالک از همین روزه دهم ماه محرم فقالوا ان هذا اليوم اظهر فيه موسى عليه الصلاه والسلام یهودی ها گفتند این روز است که پروردگار در این روز نجات داد موسی علیه الصلاه والسلام و بنی اسرائیل یهودی ها را بر قوم موسی غلبه داد و نجات داد فنحن نصومه ما این روز روزی با برکت گفته روزه میگیریم تعظیما له این روز بزرگ میداریم فقال نبی صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا گفتند نحن اولا بی موسی منکم من به شما از موسی نزدیکتر و بزرگترم که موسی برادر می فامر بصومه مسلمانا را امر کرد که روزه گیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی آمده بودن مدینه منوره که انا همین روز آمده استن مدینه که یهودی ها همین روزه روزه گرفته استن اکنون پگر روزه ماهی چیه عاشورا پگر همین روز بعد عصر در آمد انا همین روز گمان کنه که پیغمبر اکرم انا مسلم آمدگی مدینه که انامی روز یهودی ها روزه می گرفتن وقتی که امر کرد میگم ما چیکار کردیم به تمام صحابه روزه گرفت تمام صحابه این روزه روزه گرفتن زیرا که روزه عاشورا سببش همین بود است که یکم سببش خداوند در این روز دهم ماه محرم ظالمترین امپراتور دنیا را به دعای پیغمبرش نابود کرده بود برای همین خداوند ما هم دعا میکنیم که عدل در بالای ظلم غلبه تیه ایمان در بالای کفر غلبه تیه نور در بالای تاریکی غلبه تیه اسلام در بالای تمام دنیا پیروز گردانه این همی خیر روزه ای و قد ورد فی فضل عاشورا آثار کثیره بسیار اثرهای بزرگ بزرگ از مؤرخا و محدثا و عالما درباره فضیلت دهم محرم آمدگی بده انه طیب علی آدم فیه در انا همین روز خداوند قالب آدم ساخته بده یکی از فضیلت های بعد موسی چی بده انا همین روز خدا آدم چکار کرده که بده ساخته بده قالب پدرمون در روز دهم محرم ساخته شده بود است و کان خلقه فیه در آن همین روز خلق شده بود در آن همین روز بهیش در آمده بود در آن همین روز عرش خلق شده بود در آن همین روز کرسی را خدا خلق کرده بود در آن همین روز پروردگار آسمان آفتاب و ماهتاب و تمام ستاره ها را خدا در دهم ماه محرم خلق کرده بود است
این نه اینکه فقط یک آمدن موسی و نیست شدن فرعون، این قدر آثار هم آمده بوده. امروز روزی مهم بوده در اسلام، از همه نعمت بزرگش که در آن همین روز ابراهیم خلیل الرحمن به دنیا آمده بوده است. و کان نجاتهم من النار، در آن همین روز علاو برای ابراهیم گلستان شده بوده. روز تولد ابراهیم خلیل الرحمن هم بوده پدرمون. کدام روز؟ دهم ماه محرم. در آن همین روز نجات یافته بوده. و کذالک نجات موسی و من معه و اغراق فرعون و من معه، در این روز موسی خلاص کرده بوده. در این روز یکی از ظالمترین امپراتورهایی که دعوای خدایی کرد موز فرعون، در این روز غرق شده نابود شده بوده. و ولد عیسی و فیه رفع الى السماء و فیه رفع ادریس علیه السلام مکانا علیا، در این روز عیسی علیه الصلاه و السلام به دنیا آمده بود. در همین روز از یهودیان نجات یافتگی بوده است. در آن همین روز به سوی آسمان حضرت عیسی بلند شدگی بوده. در آن همین روز حضرت ادریس مکان علیا بهشت رفته بوده. روز عاشورا این یک روز است که اینقدر فضیلت در دین داره، اینقدر فضیلت مقام در چی داره؟ در تمام آیین الهی داره. در این روز پروردگار ادریس هم مکان بلند برده بوده. و فیه استوت سفینه نوح علیه الصلاه و السلام علی جودی، در همین روز کشتی نوح پیغمبر در کوه جودی استادگی بوده است. عاشورا روز نجات بوده، روز حیات بوده. عاشورا دهم روز محرم چی بوده عزیزان؟ روز نجات و روز احیا که خداوند نوح پیغمبرم در انامین روز نجات دادگی بوده. کشتیش کجا رفتگی بوده؟ کهی جودی. و اعطا فیه سلیمان الملک العظیم، خداوند در این روز برای سلیمان پادشاهی داده بوده است. و اخرج یونس من بطن الحوت، در این روز خداوند یونس از شکم به ماهی بیرون کرده بوده است که یونس هم در همین روز نجات یافته است. ورد بصر یعقوب علیه السلام، در آن همین روز خداوند چشمای یعقوب روشن کرده بوده، ای کوری خلاص خورده بوده است. و اخرج یوسف من الجب، یوسف آن همین روز از چاه غم خلاص خورده بوده. و کشف الضر، و تمام ضررها را در انامین روز خداوند از یوسف دور کرده بوده. پروردگار ایوب علیه السلام در انامین روز شفا داده بوده است. و اول مطر نزل من السماء الى الارض کان یوم عاشورا، اولین باران زندگی به سوی زمین در روز دهم محرم آمدگی بوده است. اولین باران هم در همین روز باریده بوده است، باران رحمت. و کان صومه معروفا بین الامم، اکر روزش برای امت اسلام معروف بوده، مشهور بوده. حتی قیل علما گفتند که اول فرض بوده پیش ای رمضان، وقتی رمضان آمد این منسوخ شد، بیکار شد. پیش ای رمضان روزه عاشورا چی بوده عزیزان؟ فرض بوده است. وقتی رمضان که آمد مگه این روزش بیکار شد، برای ما مستحب و سنت های. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از هجرت این روزه را مقصد چیکار کرده بود؟ اصلا هجرت جناب پیغمبر فرض شده بود. زمانی رسول الله مدینه در آمد تاکید کردند، طلب کردند جناب پیغمبر، حتی یک مراتبه دیگر در آخر عمرشان گفته بودند که اگر خداوند آیند من به محرم رسانه، من هشتم و نهم و دهم شم روزه میگیرم. اما میگن نرسیده، رسول الله از دنیا گذشته رفتن، فقط دهم شم روزه گرفته بودند، خلاص. اگر گفته آیند خدا من رسانه، چند روز شم روزه میگیرم؟ هشت و نه و ده، یعنی که ده و یازده و دوازده شم روزه میگیرم، سه روز شم. همین پیغمبر آرزو کرده بودیم. اگر ما فردا سحر آرزوش عملی کنیم با سنت های این پگه، اگر دهم محرم درایا پیغمبر آرزو کرده بودیم که اگر خداوند من آیند زنده مونه،
من دهم یازدهم و دوازدهم شب روزه میگیرم. اما رسول الله مگه بر رفیق اعلا رفتن، از بین مردم رفتن، روزه نگرفتن، فقط دهم شب گرفتن و خلاص. لیکن عاشق شدن، رغبت کردن که کاش که من نهم و دهم و یازدهم شب میگرفتم. حتی که علما گفتن که سومو قبله یوما و بعده یوما خالفوا سنت اليهود. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم علمای حدیث قولش دلیل آوردیان که پیغمبر تا یک روز پیش ای دهم روز محرم روزه گیره، نهم دهم یا دهم و یازدهم روزه گیره، زید سنت یهود شما مخالفت کنه، برای که یهودی ها فقط دهم میگرفتیان، شما یا ده و یازدهش کنه یا نه و دهش کنه، زید آیین اونها کنه، آیین اونها فقط روز دهم بوده. من امروز بعد نماز عصر ماه محرم دهمش در آمد. ای حیث افرادوه بی صوم، زیرا که اونها فقط یک روز جدا کردگی بدن بر روزه که دهم بود، اما ما عزیزا دهم و یازدهمش میکنیم یا نهم و دهمش میکنیم. کسای روز روزه دار بده پگش هم روزه گیره، کسای روزه دار نبده پگر قدی پگه دیگه روزه گیره، ثواب در میابیم. پیامبر من آرزو کرده بده به این آرزو نرسیده بده است که اقلا دهم و یازدهم و دوازدهمش ای آیند گیرم، نه آمده مگه این روز از دنیا گذشتن رسول الله. و روی بیحقی فی شعب الایمان، امام بیحقی در شعب الایمان روایت کرده، من وسع علی عیاله و اهله فی یوم عاشوراء وسع الله علیه فی سایر سنته. و فی روایت، در دیگر روایت از طبرانی آمده بوده است که کسی که روز دهم محرم برای اهل عیالش نصیحت ها میکنه، برای اهل عیالش فیض بخشی و از خدا دعا طلبی ها میکنه، در یک روایت دیگر کسی که برای اهل عیالش دهمی روزی محرم مقصد جمع میکنه و اونها را بخشیش میکنه و به سوی حق میبیاره و اونها را وسیگی در دین و آیین میبیاره، چیگونه که خدا موسی را از فرعون نجات داد، خدا آیله اینه گفته امام بیحقی ای تمام نفس فرعونی نجات میتیه. من روز و پردا روز عصر که پدرها قدی گب زنه، مادرها قدی گب زنه، زن و کودکها قدی گب زنه، روایه در شعب الایمان آمده بوده، نصیحت شان کنه، دعا شان کنه که این روز روزه بوده که مردم از ابلیس، حکمت ابلیس خلاص خورده بوده، خداوند ما را از ابلیس و حکمت او در این روزا نجات دهد. و در روایت دیگر آمده که بده از حضرت ابن جریر طبری، حضرت گفتیان کسی در روز دهم محرم یک درهم اگر صدقه میتیه، خداوند 700 درهم مینویسه. کسی که در این روز اگر صدقه میتیه، قول ابن مسعود آورده، حتی صدقه دادن در این روز مستحب بوده، اگر کسی یک تنگه میتیه 700 تنگه مینویسه، برای که این روز روز چقدر به فضیلت بوده، چقدر در تاریخ روزی بزرگ بوده این روزی دهم محرم. در یک روایت دیگر آمدگی بوده است که کسی اگر در این روایت در این روز غسل گیره، در این روز اسمه و سرمه کشه، سرمه اکتحال سرمه می شود، سرمه کشه، پروردگار بیماری را در وجود او نمی بیاره، این حدیث ضعیف گفته بوده است. یعنی این روز به خودش با غسل داشته بود، به خودش سرمه داشته، اما این حدیث گفته نه نکنه. مثل چخلی که امام حاکم آوردگی بوده است که خصوصا در این روزی دهم ماه محرم کسی اگر سرمه میزنه و این روز محفل میگیره، اینه گفته در صحابه آمدگی نیست، اینه کسی جاری کنه گفته غیر سنت، این کار را نکنه. لیکن سنت چیش بوده عزیزا؟ روزش، روزش سنت بوده. و قال ابن قیم، ابن قیم هم آوردگی بوده است که در این روز صدقه دادن، دهن روغن مالیدن و خوشبویی کردن در روز عاشورا گفته است اصلا گفته روزه های مستحبه هست. حتی ابن قیم جوزی هم در کتابش آورده که در همین روز صدقه دادن مستحبه هست، در همین روز روغن مالیدن یعنی که رو را خوشرو کردن، زیبا کردن گفته خوب هست. اما مثل وضع الکاذبین، اون کسایی که کذب کردن، دروغ کردن، افترا کردن، دهم روز محرم مثل مقصد تشیع شیعی امروز زنجیر بندی سینه بندی میکنن، گفته این مقصد چیه؟ این حتی کفره، این کارا رو شما نکنی، این کارا رو دختان رحمته، زیرا که پیغمبر روزش امر کردین صدقه شه،
غیر این یگان تا این دیگر نیامده. و علم انما اصیب به الحسین، گفت از ابن قیم، بچنده که در این روز امام حسین کشتگی هستن، این از اهل بیت های گفته های این هم بزرگه که برابر دی پیغمبر مردن حسین هم در همین روز شده گیا. این هم یک فضیلت شای گفته های اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم های در این روز مصیبت چون رسید در کربلا از دنیا گذشتن، شما گفته ای را به استرجاع پیشواز گیرید. حتی حضرت امام غزالی هم آورده است که اینا شما به استرجاع پیشواز گیره. استرجاع چی میگن؟ انا لله و انا الیه راجعون. و این پیشواز گیره با اون محفل گرفتن و با اون سینه زدن و با اون بزمهای به معنی، حتی اینا خود غزالی هم کفر گفته. این کارا رو نکنه شما. روزش سنت، صدقش مستحب، غیر این دو کار هیچ چیز نیومده در این روز. اگر ما بعد مرگ خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نه بیراشان باشه گفته، این از جهت فضیلت خاندان رسول الله های که در این روز مبارک از دنیا گذشتند، در این روز پربرکت از دنیا گذشتند. شما مثل اون در این جهت تا کلمه آورده است و ایاو ثم ایاو ان یشتغیل ببدع الرافضتی و نحفهم. پرهیز کنه، پرهیز کنه آن کارهای ناشایسته که در شریعت وجود نداره، امروز مقصد اهل تشیع با او مشغوله، این پرهیز کنه. با وجود این آیه را خونه، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. امروز خاندان پیغمبر به مصیبت گرفتار شده بود، شما انا لله و انا الیه راجعون خونه. بعد از او حضرت امام غزالی در کتابش دوام داده است، در اینجا گفته یگان امر مستحب، یگان امر خوب در اسلام نیست که ما در حق اونها نیاحه صدا بلند کنیم، حزن غمگینی ها بیاریم. از لیس ذالک من اخلاق المؤمنین، این از اخلاق مسلمانان نیست. داد زدن و فریاد کردن این از اخلاق مؤمنین نیست. اخلاق مؤمنین چی بوده گفته؟ صبر و تحمل و انا لله و انا الیه راجعون. و الا لکان یوم وفات جده صلی الله علیه و سلم اولا بذالک، مگر اینکه برای شما ضرور است و بزرگ است گفته وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزش از روز وفات حسین. وفات رسول الله برای ما مقصد دیگر اولا تره. چوا وفات او در کسی مگر در روز وفات رسول اکرم کارو رو نمیکنن؟ وفات جناب پیغمبر از تمام اینو بهتره، از نبیرهاش بهتره. و احرا چی اکبرای ما فضیلت های و حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی یک شخصیت مهربان بودن در این زمین، چی یک شخصیت بزرگ بودن در این زمین. این قول امام غزالی های حتی در محفل گرفتن و نیاحه صدا بلند کردن در انا همون عهد در روز مرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر رایج نزد اسلام، این کار را نکنه. فقط عاشورا دهم روی روز ماه محرم برای ما روزه گرفت آمده بود است. من فردا امروز بعد عصر در آمد پگار قدی پگای دیگرش دو روز اگر روزه گیره پروردگار چی ثواب می نویسم. حتی تاکید زیاد تاکید شده که در حدیث های گوهر بارشان روزه گرفتنش قسمتی از علما سنت و قسمتی از علما مستحب میدونن. و قال علیه الصلاه و السلام، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لا تکلفوا لضيف فتبتغزوه فانه من ابغض الضيف فقد ابغض الله و من ابغض الله ابغضه الله. حدیث امام جریر طبری روایت کرده که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هیچ محل مهمان بد نبینه، کسی مهمان بد میبینه خدا را بد دیده. این حدیث درباره فضیلت مهمان است. کسی مهمان بد دیده خدا را بد دیده، کسی خدا را بد دیده خدا او را بد دیده. در دیگر روایت آمده کسی مهمان بد دیده رسول الله را بد دیده. هیچ محل مهمان بد نبینیم، هممون مهمان. کسی مهمان دوست میداره و خدا در ایمان داره، کسی مهمان دوست میداره و قیامت در ایمان داره، کسی مهمان در
مهمون حرمت نمیکنه، مهمون بد میبینه، مهمون ده خیره میشوه و قیامت ده باور نداره. این حدیث امام طبری آورده است که کسی مهمون بد میدیده خدا را بد میدیده، کسی خدا را بد میدیده خدا هم او را بد میدیده. در دیگر حدیث آمدگی بوده است که کسی که مهمون بد میبینه گفته من بد دیده. در دیگر حدیثی که امام احمد صحیحش گفته، امام بخاری هم صحیح گفته، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودین لا خیر فی من لا ضیف له، یگان نیکی در او خاندان نیست که او مهمان نداشته باشه. هر خاندانی که مهماندار نباشه در اوجه خیر نبده. برای مهمان دوست داریم، خدا رحمت کنه همه تاجیکای ما را که گذشته ما مهمان دوست دارن. این در خونی ما مهمان داری، در خونی ما های که خونی ما مهمان دار های عادی ترین خاندان های ما یه طبق نان یک هیچ هم نداشته باشه همین یک پیاله آبش مهمانش میبیاره. عادی ترین عادی ترین خاندان های ما در همین کوهستان و در کجای نباشه مهمان دوست میداره. معلومه که خونی ما خونی بلند های این خون ای اجداد می بیاید. اجدادای ما مردمی مسلمانی تاجیک پیش ای اسلام هم معلوم ده که مهمان دوستار بودیم. اسلام آمد بین که مهمان دوستاری را اسلام به کجا برد رسان؟ به ایمان. همین خاندانیت هر یکی ما، یکی ملت ما ملا دوستدار می شود، یکی ملت ما چی می شود عزیزان؟ مهمان دوستدار می شود. این در خونی ما، این در خونی مردم ازبک هم است. معلومه که فرهنگای ما یک بوده. اینا بسیارشان علما دوست دارن. خب این شدن منافق مزاج زیادن که علما را بد میبینن، این هم هست، لیکن اغلبیتش اینا علما را دوست میدارن. اغلبیت این دمی خونش خودش همون نون و نمی خرا پیش مهمونش میبره. این علامتی چی عزیز؟ علامتی ایمان های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن و مر رسول صلی الله علیه و سلم برجول له ابیل و بقر کثیره ولم یزیفه و مر به امرأة لها شوبقات. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشتن به یک مردی که خیلی شترگاه و مال زیاد داشت اما مهمان داریشان نکرد، و یک زنی گذشتن که یک چخچو داشت. چخچو میدونی ها دوغ میکشم. پیغمبر میگه بنا همون شیر رو به مسکن مهمان کرد. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر دشت نظر کنی. گفتن چی نظر کنیم؟ گفت ایش دروازه بهشت نزدیکه و ایش دروازه جهنم ده. یعنی یک زن هست که به یک دو آدم رو مهمان میکنه، یا آدمی هست که هزار گوسفند داره ایش کسی مهمان کرده نمیتونه. یعنی کسی که مهمان دار بوده به بهشت نزدیک بوده، کسی که مهماندار نمیشده عزیزا به جهنم نزدیک بوده. این حدیث گوهر باشم. و قال ابو رافعین مولا رسول صلی الله علیه و سلم انه نزل به صلی الله علیه و سلم ضیف فقال قل للفلان الیهودی نزل بی ضیف فاسلفنی شیئا من الدقیق الى رجب فقال الیهودی والله لا والله لا اسلفه الا برحن فاخبرته فقال والله اني لامين في السماء امين في الارض ولو اسلفني لاديته فذهب درع ورهنه عنده. یعنی که این حدیث گاب هر بار دراز که اصلا ان شاء الله در بحث های پیشترمون گاب میزنیم، منظور از زمین عزیزا که ما نسل ابراهیم علیه الصلاه و السلام، ما امت پیغمبریم. حضرت ابراهیم یگان خوراکشان به مهمان میخوردیم، ما نسل شونیم. برای همین باید مهمان رو دوست داریم، مهمان رو حرمت کنیم، مهمان رو همیشه عزیز داریم. مهمان داری از ایمان داری ما. بعد فضیلت عاشورا، مقصد روزه ای که چقدر تاریخ در بالای او صحبت کرده که بده است، جناب پیغمبر هم روزه گرفتن، پروردگار ما رو مهمان دار کنه، مهمان نواز کنه و قلب ما را پر از یک دیگر دوست داری گردانه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب برحمتک یا ارحم الراحمین.